سلام، خیلی مخلصیم. احوالتون چطوره؟ ایشالله هر جا هستین شاد باشین، سلامت باشین، لذت ببرین از زندگی و همیشه جیبتون پرپول باشه، زنبوراتون پر از جمعیت باشه و پر از عسل. خیلی مخلصیم. امروز اومدیم بذار تاریخو بگم، 23401 هستیم، 23 اردیبهشت 1401، چون که تاریخو بچه ها خیلی گفتن که بگیم. ما همیشه تاریخو میگیم، بچه‌ها یه سری هستن ویدئوهای قدیمی رو میبینن تاریخ توش گفته نمیشه، ولی ویدئوهای جدید همه تاریخ توش گفته میشه. میخواستم امروز بیام یه نکته خیلی مهم رو بگم. شما باید، فقط جمعیت سازی نیستش، شما باید تو این وقت سال حتما زنبوراتون رو چک کنین. چرا میگم چک کنین؟ باید متوجه بشین که کنه ندارن، متوجه بشین تو خورزشون خوبه، متوجه بشین که خورسون خیلی میخونه، متوجه بشین که زنبورسازیشون خوبه، کارشون خوبه، عسل آوریشون خوبه. همه اینا باید چک بشه تا بتونین که یه زنبورستان خیلی بهگزینی شده ای داشته باشیم. برای همین باید بیایم چک کنیم، باید سطح تخمریزی رو چک کنیم، سطح قاپا رو چک کنیم، عسل آوری چک کنیم، گرد آوری چک کنیم. این مهمه، این گزینه مهمه. میگم من همیشه تو ویدیوها گفتم، آقا پیامم گفته که آقا زیاد با زنبورا ور نریم، ولی این موقع سال باید با زنبورا ور رفت، یعنی اینکه باید بریم نگاه کنیم ببینیم داخل چه خبره. پس بریم ببینیم داستانش چیه. یک کندو رو انتخاب میکنیم، همون کندویی که فکر کنم مانه ملکه گذاشتیم. مثلا بهشون بگو چند بار در هفته مثلا. آره حداقل دو بار دیگه در هفته تو این فصل، به خاطری که امکان داره شاخونی بشه باید چک بشه، زنبور باید بازرسی بشه. خب این مانه ملکه گذاشتیم، نگاه کن. زنبور احتیاج زیر، دیدین زیر پلاستیک هم هست، زنبور احتیاج به قاب داره. و الان بعد از اینکه مانه گذاشتیم پر شهد کرده و شهد زیادی هم تو قابا هستش، تخمم نریخته چون که ملکه نمیتونی بیاد بالا. خب ما همیشه میدونیم که زنبور رو فشرده نگه میدونیم. بریم پایینش هم نگاه کنیم تا سطح کامل تخریزی رو بفهمیم چقدره. و همیشه زنبور رو محدود نگه میداریم، نژاد رو میشناسیم. چند بارم گفته آپایم تو ویدیوش گفته نژاد رو میشناسیم. هر با هر نژاد این کار انجام نمیدیم برای محدود کردن و مانه گذاشتن، چون نژاد داریم. تا نژاد اگه مانه برای هر نژادی بذاره امکان بچه دهی داره. برای ما میایم ببینیم اینجا این تو چه خبره و زنبورا دارن چی کار. ده قاب پایین مثلا ماشا آوردم، فول ماشا آوردم، من دارم با پیشگوشتی اصخایی میدونم. این میزیم اینجا، این قاب تازه رو در میاریم ببینیم توش چه خبره. بله شما نگاه کنید، همین یه دونه قاب گواه بر همه چیه که آقا ملکه جوان، تخریزی عالی. چی بهش میگن؟ بهش میگن چوب تا چوب تخم. و اینو باید چک کنیم. اگه تو کندو تو همچین چیزی نیستش، بدونین که ملکاتون یه ایرادی دارن. درست آقا پیام؟ آقا پیام هم فیلم برداری میکنه هم نگر میداری. میتونی بذاری توی؟ نه بذاریش لیه میشه. خب باش بریم ببینیم قاب بعدی چطوره، یه وقت شاخونی نشن. این قاب نرباف بهش دادیم، نرباف دادیم که ملکش هم اینجاست، ملکش اینجاست. اگه بیافتی توی ویدیو رفتن گوشه. بله ملکه فکر میکنم دیگه جایی برای تخم کردن نداره، ملکه جوان بسیار زیبا. این قاب نرباف دادیم که از این کندو، چون کندوی خوبیه، میخوایم ازش نر تولید کنیم و منطقه رو اشباه کنیم از نرهای این کندو. بذارم اینجا، اینو بده من بذارم چون خیلی نرم و نازکه، تازه مومه. ادامه میدونیم رون ملک رونه، با خیال راحت کار میکنیم. جمعیت رو داریم بچه ها، حواستون باشه، جمعیت باید پر باشه. کندویی که جمعیت نداره، قاب اضافه داره، همیشه در معرض بیماری و خطره. یادتون باشه. این قاب بعدی توش پر لاروه، پر شفیره است. این بر یه تخت شفیره است. با
باید این فصل زنبورای شما همچین اتفاقی براشون بیفته، یعنی باید حتما انقدر آروم انقدر پر شفیره باشه، یعنی اگه نباشه یه جای کار ایراد داره دوستان، یه جای کار ایراد داره. خودمونو گول نزنیم که آقا نشد کندو من اینجوری شد اونجوری شد، نه کندویی که همچین شخصیت به نظرم بهتره، نه قابلیت هایی نداره به درده هیچی نمیخوره. بله اینجا میبینیم پر شفیره است در حال به دنیا آمدن و این جذابترین صحنه زنبورداریه. این قاب کلن زنبورای جوانه، کلش نیاگانی زنبور جوانه، این قرارم داره به دنیا میاد و خیلی هم جذاب. خب قاب بعدی من زیاد عزیزشون نمی کنم، ولی شما حتما نگاه کنید زنبور رو چک کنید کامل، زنبور پر جمعیت بشه، جمعیت فول. این هم قاب آخرش، این قاب آخر که میگن قاب آخر که میگن عسل و گرده است، نگاه کنید یک کندوی سه قابی بوده همچین چیزی شده، نه یک کندوی مثلا ده قابی بیس قابی، سه قابی بوده به همچین درجه ای رسیده. اینجا یه فنجونک داره، فنجونک داره خراب میکنم، توش هیچی نیست. جمعیت رو میبینید، کندو باید این شکلی باشه، من دیگه نمیگم کندویی که ضعیفه اندازه قاب باشه، یعنی الان مثلا اگه من این 12-13 قابه بیش از 12-13 قاب زن بذارید زنبور از شما جلو باشه. بچه ها این نکته رو بذاریم، به تو میگم بذار زنبور از شما جلو باشه نه شما از زنبور. اینو 10 بار به دوستان گفتم، 100 بار گفتم، زنبور از اون جلو باشه خیلی بهتره. شفیره، شفیره و شفیره، لارو، پر لارو، تخم روز، همه چی با هم دیگه توی قاب هست. لاروای مسن، لاروای کمسن، همه جوره هستش. یه قاب دیگر هم چک کنیم زیر از این، فکر کنم از این گوشه ملکش رفت پایین. این یه قاب دیگر هم چک میکنیم، اصلا باید چک بشه که یه وقت شاخونی نباشه، شاخون نمیکن. یه قاب دیگه. خب این کندو به نظر شما احتیاج نداره که ما ازش ملکه تولید کنیم؟ شما نگاه کنید شفیره، کامل شفیره است، کامل، خدا رو 3000 مرتبه شکر. یه دود آرامش که داریم. بچه ها میگن چرا مثلا اگه آرامش اینا دارن شما دود میزنید؟ آقا دود اصلا مفیده برای کندو. بچه ها دود نیاز کندوه، یعنی باید شما بهش دود بزنید، ضدعفونی میکنه این قاب لارو و همه چیش هم عالی. لارو شفیره، لارو شفیره، یعنی یه جای خالی هم نداره. نگونیم ما توی کندو بر چی بررسی میکنیم؟ بذار به اینجا برسیم. پس خیلی خوب شد که رسیدیم اون نقطه که ببینیم چرا بررسی داریم میکنیم کندو رو. الان من اینجا یه صحنه‌ای به شما نشون میدم، شما متوجه میشین چرا ما داریم بررسی میکنیم. اشکال نداره، نگاه کنیم. برای این صحنه، این صحنه نگاه کنید، وقتی مومو اشتباه میزنی این اتفاق میفته. دیدین، دیدین چه اتفاق افتاده؟ و اینجاست که باید زنبوردار باشه تا این تخریز نشده باشه، شفیره نشده باشه که بتونه اینو جدا کنه. هنیا کنه، این یکی از ایرادات بد موم زدنه. ما خودمون اشتباه کردیم، کج موم زدیم و همچین چیزی شد. توش هم پر تخم روزه. حواستون باشه بچه ها که خوب موم بزن. اینم از قابش، این موم اصلا جالب نیست، یعنی اینو شما باید برداریم بدیم به یه دونه زنبور ضعیف کمک کنین شفیره بشه، برای این یه دونه قاب موم جدید بذارین. راهشو گفتم ها، الان چون ما سرده دیگه با زنبور ضعیف کار نمیکن. این از قابی که ملکه داشت روش، ملکهش نمیدارم چی شد، رفت با این، فکر کنم نه همینجاست، ملکه داخل
سلول قاب آخری هم که تازه داده بودیم بافته، اینم بهتون نشون میدم چون که همه قابا رو نگاه کردیم و اینم قابا قاب آخر کامل عسل زده و سنگین سنگین عسل توش و یه مقدار شفیر. خیلی مخلصیم. الان این زنبور احتیاج به قاب داره، بالا باید قاب بدیم بهش و نیا کنیم تو ملکهش رو پیدا کنم. ببینین که اصلا ملکه خاصی نیست، یه دونه زنبور داره منو میزنه، یه دونه کوچولو لهش کردم. اینم ملکهش، ملکهش کاملا ملکه طبیعی معمولی بومی اصلاح نجات شده خودمونه و خیلی هم جذاب داره کار میکنه. این همون کندویی که ویدیوشو گذاشتیم که براش مانع ملکه گذاشتیم و خیلی هم خوب داره کار میکنه، نه شاخونی شده نه هیچ، برعکس اشتباه و باورهای قدیمی اصلا شاخونی نشد و کاملا داره لذت میبره از زندگی باشه. خیلی مخلصیم. طبق عادت یه کوچولی شکر به کندوهایی که حتما کار کردی حتما شربت میدیم که زنبور نگران نباشه، حالش خوب باشه. انتهای ویدیویه. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب تو بکن، چون اون زنگوله بغلش رو بزن. میگم سابسکرایب همون دکمه مشترک شدن به فارسی، بزن که بتونیم بیشتر با هم تعامل داشته باشیم. فدای شما.